سلام سهشنبه 15 مهر 93 هفته اکتبر 2014 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه که های فارس و تصنیم وابسته به سپاه در مورد انفجار پارچین خبر کلیشه ای رو دادند که آتش سوزی شده دو نفر هم فوت کردند و در مورد سایر زمینه ها سکوت کردند این در حالیه که پلیس رو به داخل پارچین راه ندادند و یک راننده تاکسی نقل کرده که از چندین کیلومتر دورتر همه جا روشن شده بوده و صدای انفجار تا چندین کیلومتر شنیده شده بر حال تا کنون اتفاقاتی که در جاهای مشابه مثل مرکز موشکی در استان لرستان یا ملارد کرج یا در سمنان اتفاق افتاده به یکی از سه شکل بوده یا اسرائیلی ها مثل پادگان علی ابن عبی طالب در استان لرستان مستقیما عملیات کماندویی کردند و منفجر کردند یا خیانت درونی بوده و آدم های سپاه از داخل اونجا هم از اون منطقه اون پادگان خیانت کردن و انفجار اتفاق افتاده و یا انفجارهای تکنولوژیک بوده که با وسایل پیشرفته و فروش لوازم آلوده در بازار جهانی به پروژه های ایرانی بعدا در داخل اونها انفجار ایجاد کرد. در مورد پارچین باید منتظر بود اطلاعات بیشتر به دست بیاد تا بشه قضاوت کرد که در این مرکز مهم و مورد توجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جایی که به احتمال زیاد آزمایش های انفجاری انجام شده و سوخت جامد موشکی تولید میشه ببینیم چه اتفاقی افتادیم موضوع دوم اینکه کارگران نیشکر هفت تپه پیروزی به دست آوردن و بعد از اعتصاب و تجمع سرانجام مدیر عامل کارخانه دستور توقف اجرای طرح طبقه بندی مشاغل رو صادر کرده و با افزایش 150 هزار تومان ماهیانه به حقوق کارگران از ماه شهریور موافقت کرد. اخبار رسیده ها کیست که آقای محمد علی تاهری از بنیانگذار ارفان کیهانی در اعتصاب غذا به سر میبره و بیم این هست خطر این هست که او رو هم مثل امیر اسلانی یا کسان دیگه بخوان اعدام بکنه. آقای محسنی اجیهی هم در مصاحبه ای که داشته از اعتصاب غذای قنچه قوامی دختری که به دلیل اعتراض برای ورود به سالن مسابقه والیبال بیش از 100 روزه در سلول انفرادی است گفته خبر ندارم یگانه صالحی همسر جیسون رضایان که خودش هم روزنامه نگاره سرانجام بعد از چند ماه با قید وسیقه آزاد شده اما جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست کماکان در زندان موضوع سوم اینکه سایت کلمه از منابع خودش خبر داده که حکم دادگاه بدوی برای آقای محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد پانزده سال حبس و چهار میلیارد تومان جریمه است اما این حکم رو گفته مخفی نگه میدارند برای اینکه بلکم بتوانند به نوعی پرونده رو در واقع حل و فصل کنند آقای اژه‌ای هم خبر داده از اینکه تاکنون سه نفر از وزرای احمدی نژاد و رئیس کل بانک مرکزی او در مورد پرونده بابک زنجانی مورد تحقیق یا در واقع بازجویی قرار گرفتند به نظر میرسه چون گفته شده چهار وزیر تحقیق ازشون شده رستم قاسمی سردار سپاه و وزیر نفت دولت احمدی نژاد مشمول تحقیق تا کنون نشده بخشی از پرونده مهدی هاشمی پسر آقای هاشمی رفسنجانی هم به گفته بعضی سایت ها منتشر شده به بیرون رسیده که این بخش بیشتر مربوط به شرکت استات اویل هستش و مطالبی که مطرح بوده در مورد رشوه دادن استات اویل و به خاندان هاشمی و یا فسادهایی که در اون معاملات استات اویل نروژی با شرکت نفت ایران بود موضوع چهارم اینکه در کوبانی در سوریه جنگ کوچه به کوچه ادامه داره سه منطقه در شرق شهر کوبانی به تصرف داعش در آمده و یک قسمت از تپه استراتژی که مشرف به شهر رو هم داعش تصرف کرده و این خطر هست که اگر کمکی به هایی که مظلومانه در کوبانی می جنگند نرسه احتمالا خطر قتل عام وسیع هستش آقای احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با خانم امانپور عنوان کرده که به شرطی ترکیه در اعتلاف ضد داعش فعالانه شرکت میکنه که از حالا قرار باشه که بعد از داعش نوبت دولت سوریه برسه خبرگزاری مکلاچی هم خبر داده از اینکه یک شهر ابو غریب در نزدیکی بغداد به تصرف با داعش در اومده و اگر انبار رو هم داعش موفق بشه بگیره اون وقت فرودگاه بغداد در تیررس اونها قرار میگیره و بعدش احتمالاً انفجارها و جنگ داخلی در بغداد شروع خواهد شد هلیکوپترهای آپاچی امریکا گزارش شده که در اطراف بغداد علیه داعش وارد عملیات شدند و آقای پنتا وزیر دفاع سابق امریکا عنوان کرده که جنگ با داعش جنگی طولانی است و ممکن است سی سال هم طول بکشه آقای ظریف وزیر خارجه گفته که اگر ایران نبود و کمک لوجستیکی و مشاوره ای نمیداد بغداد سقوط میکرد و باید بهشون گفت خب الان داعش دوباره داره بغداد رو تهدید میکنه و ایران رو بفرمایند که چه کاری قراره انجام بده آقای ظریف عنوان کرده ضمنا که در همین مصاحبه که ادامه رقابت ها در خاور میانه و بحران های پی در پی در این منطقه سبب شده که مسئله هسته ایران و مسئله سوریه به نتیجه نرسید موضوع پنجم اینکه آقای ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرده که از ماه امرداد سال گذشته تا امسال سی درصد نقدینگی کشور افزایش پیدا کرده و از مرز 640,700 میلیون تومان عبور کرده. پروژه ونیزان به اصطلاح ونزوئلا ایران که قرار بوده با سرمایه ونزوئلایی ها 500 میلیون دلار در اصلویه به نتیجه برسه و شروع بشه بعد از چند سال هیچ اتفاقی نیفتاده طرف ونزوئلایی پول نیاورده و وزارت نفت تهدید کرده اعلام کرده که اگر اتفاقی نیفته این پروژه رو تعطیل خواهد کرد مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هم گفته که دفتر شرکت نفت در ونزوئلا تعطیل شده همینطور در بولیوی و اکوادور و گفته که پروژه هایی که زمان احمدی نژاد چپ و راست وعده داده شد و شاید میلیون ها دلار هم خرج اونها شده هیچ کدوم توجیه اقتصادی نداره و فقط اهداف سیاسی داشته اون پروژه ها زمنا ایشون گفته که شرکت ملی نفت باید اقتصادی اداره بشه نه سیاسی که حرف درستی هم هست آقای یونسی وزیر سابق اطلاعات و مشاور آقای روحانی هم مصاحبه مفصلی با خبرگزاری فارس کرده و در اون عنوان کرده که آقای علوی وزیر اطلاعات کابینه روحانی هنوز تسلط کامل به وزارت اطلاعات نداره او ضمنا اعدام آقای ریگی رو هم عجولانه خوانده آقای صادق لاریجانی هم به آقای اجیته حکم که داده اختیارات بیشتری رو تفیز کرده از جمله اختیار تصمیم گیری در مورد اعدام متهمین مواد مخدر اما موضوع آخر این که خبرگزاری مهر منعکس کرده که دانشگاه مقدس اردبیلی آگهی استخدام سرایدار و نگهبان منتشر کرده ولی در اون شرط تحصیلات رو کاردانی یا کارشناسی قرار داده و وقتی هم از مسئولین دانشگاه پرسیده شده گفتن دیگه دیپلم پیدا میشه همه بس که دانشگاه باز شده رفتند و یا کاردانی دارن یا مدرک کارشناسی البته باید غیر از این گفت که مسئله بیکاری مزمن کشور و گسترش یافته هم هست که طبیعتا دارندگان مدارک دانشگاهی هم بیکار هستند و به هر کاری حاضرند که گمارده بشند اندکی صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی